من توضیح میدم هموطنان گرامی تا اونجایی که به من جناب سروی زنگ بزنه. اگر فکر میکنید که جمهوری یک پدیده‌ایه که دیروز ساخته شده، نه، اینطور نیست. جمهوری بالای 2000 سال سابقه تاریخی داره. اگر فکر میکنید که دموکراسی پدیده پس فریروزه و دستاورد دانش و خرد و نمیدونم تکامل اجتماعی، اینطور نیست هموطنان گرامی. درود بر شما جناب سروی، زنده باشید، من خرسندم، سپاسگزارم. درود بر شما، زنده باشید، سپاسگزارم. اصلا خدمت شما که هیچ کدوم اینها دستاورد و رهاورد تمدن نیستن. در بخشی از جهان، در دورانی از به قول معروف تاریخ تمدن انتیک بشریت به وجود اومدن هموطنان ایران. این رو تا اینجا داشته باشید. ما جهان رو بررسی کنیم، جهانی که در واقع مدعی دموکراسی هست و جهان و سیستم حکومتی که مدعی جمهوری هست. بررسی کنیم، ببینیم که کدام یک چقدر موفق هست. شما به یک، به قول معروف، با یک نگرش بسیار سطحی به جمهوری توجه کنید، میبینید که جمهوری به هر کشوری که وارد شد رنگ اون کشور رو گرفت، یعنی فرهنگ اون کشور رو پذیرفت. اگر مثلا به جمهوری عراق نگاه کنید، میبینید که مثلا صدام حسین رئیس جمهور شد و این صدام حسین به راستی به گونه یک سلطان عمل کرد. اگر به قول معروف اجل مهلتش میداد، اون دوتا به قول معروف، نمیخوام توهین کنم برای که سخن جدی هست، دوتا بچه ناخلفی که داشت، اونا یکیشون میشد دوباره رئیس جمهور این سرزمین. اگر سخن از به قول معروف جمهوری، مثلا ما کار با منطقه خودمون داریم، ما کاری با فرهنگمون داریم، میخواید بریم سراغ فرانسه، میخواید بریم سراغ آلمان، هر جا که بخواهید، به راستی جمهوری این گونه عمل میکنه. با خوزش چهار روز یه نفر میاد، کسی که قدرت مالی داره، کسی که یه حزب گردن کلفت مالی پشت سرش ایستاده، با تبلیغات. در این دوران به راستی هیچ کس کسی رو نمیشناسه. اگر فکر کنید من این دوتا همسایه بغلیمون که فاصله هر یک با من فکر میکنم 100 متری باشه بشناسم، به شرف نمیشناسم. چهار تا همسایه اونوری ما یه روز گفت من کشیشم، اینا میشناسم، همین، فقط از دور یه درود و بهدرودی به این ایشون میگیم و تموم. یه بارم بیمار بود، من رفتم چمنهای خونه‌شو دادم، همین. من در رابطه اینا هیچ چی نمیدونم، یعنی جامعه براستی هیچ کس رو نمیشناسه که من بیام بگم آقا من میخوام نماینده شما بشم یا رئیس جمهور شما بشم، میخوام رئیس جمهور این سرزمین بشم، حالا بیاید به من رأی بدید. هیچ کس از نیت کسی باخبر نیست. این از جمهوری، هر کس اومد قول و وعده و قرار خودش رو میذاره. هموطنان گرامی، از روز نخستم همین که به حکومت رسید، اگر صادق باشه میگه آقا اونا نمیشه، اون حرفایی که ما زدیم نمیشه، تا روز آخرم مردم رو بازی میده. این آقای رئیس جمهور در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک جهان، میگم، نه در سوریه و نه در عراق و نمیدونم ترکیه و این بر اون بر، اونجا رئیس جمهور همون خلیفه و همون سلطان و همون آدم خوری که بوده در طی تاریخ بر اون سرزمین حکومت میکرده هست. در کشورهای دموکراتیک هم به قول معروف کشورهای تراز اول پیشرفته جهان هم احزاب گردن کلفت که قدرت مالی دارن، آدمای خودشون رو به عنوان نماینده مردم به مردم میفروشن و مردم رو گول میزنن، با وعده و وعید میان سر کارشون،
بعدم که اومدن سر کار سر خر رو کج میکنن به سمت گردن کوفتایی که پشت اینو قرار گرفتن و به قول معروف هر کاری که دلشون بخواد میکنن. چهار سالشون همون شد بار خودشون رو میبندن، حالا بار حسبشون رو، بار نمیدونم اندیشهشون رو، بار نیتشون رو میبندن، گلبار رو میندازن کنار، میرن یه نفر دیگه، حالا دوباره یه نفر دیگه میاد با برنامه های جدید مردم رو به بازی میگیره که آقا ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، دوباره رای بدید، پول خرج کنید، میلیون ها دلار، میلیون ها نمیدونم مارک، میلیون ها نمیدونم هرچه، پول مردم روبل رو به اصطلاح خرج میکنن و دوباره همون بساط ادامه پیدا میکنه و این یک رهاورد به راستی فرهنگی و تاریخی برای مردم جهان نیست. یک دانش انتیک، یک سیستم انتیک در جهانه که حالا ما از اونجا که ملتی یک دست و یک پارچه نیستیم، ملتی باخترک و دانش و آگاه به فرهنگ خودمون نیستیم و نمیشناسی به راستی شاهنشاهی یعنی چی. تفاوت هست بین دموکراسی و به قول من سیستم شاهنشاهی ایران. در دموکراسی هیچ کس پشتیبان مردم نیست، هر که هر کاری خواست بکنه میکنه، هیچ کس مردم رو زیر پناه و چتر خودش به راستی قرار نمیده. اگر کسی اومد سهامی که 2 دلار ارزید فروخت به 200 دلار، کسی یقه کسی رو نمیگیره. چهار نل میبرده جلوی یه جایی ها وای میسی بر میگرده بینه ای بابا اونی که خریدی 2 دلار 5 دلار هم نمیارزید، اونی که خریدی 200 دلار 5 دلار هم نمیارزید. یه رفعه میشینه به خاک سیاه مردم رو مینشونن، دوباره روز از نو، روزی از نو، تمام ذخایر یک ملت از بین میره، بازنشستگی هرچه که فکر کنی اندوخته بود سالیان سال، خون و جان و روان و زندگی و آزادی و آسایشش همه از بین میره به خاطر اینکه بهش دروغ گفتن و کسی در پناه قرار نداد این مردم رو. ولی در سیستم شاهنشاهی متفاوت هست. شاهنشاه نماینده مردم هست. شاهنشاه ایران بر طبق قانون اساسی انجمن پادشاه ایران و بر طبق سخن کوروش و بر طبق رفتار و کردار شاهنشاهی ایران در دوران هخامنشی شاهنشاه ایران نه تاجر خواهد بود، نه هیچ بنگاه مالی رو اداره خواهد کرد، نه به قول معروف در خرید و فروش املاک شرکت خواهد کرد. برای همین گفتم تمام حقوق کسانی که حتی خانواده پهلوی در ایران آنچه که به عنوان املاک داشتید به راستی 1 سانتی متر از اینها رو پس شما نخواهیم داد و این از آن ملت ایران هست بر طبق فرمان کوروش. و شاهنشاه ایران نمایندگی بخش چپ جامعه یعنی مردم رو به عهده میگیره و اگر کسی خواست بیاد و سهام قلابی به قول مرو ملت ایران بفروشه، شاهنشاه ایران جلوی این رو با بازرسی شاهنشاهی خواهد گرفت، در پناه قرار خواهد داد. مردم ایران نیازمند این که برای بازنشستگی خودشون چهار نل بدون و هرچه دارن برای خریدن سهام، برای خریدن نمیدونم طرح‌های بازنشستگی و فلان هر بکنن، هموطنان گرامی، و یک روزه به خاک سیاه بنشینن، در سیستم شاهنشاهی نیازی به چنین به قول معروف فلان فعالیتی نخواهد بود. ملت ایران در پناه قانون و در پناه شاهنشاه قرار خواهد گرفت و شاهنشاه نظارت بر حقوق اجتماعی، سیاسی و حقوق به قول معروف اقتصادی ملت خواهد کرد. تمام افتخارات و به قول معروف آبرو و قدردانی به قدرشناسی رو براستی میشه به پای یک نفر ریخت و این یک نفر رو به عنوان پدافند یک ملت انتخاب کرد و این یک نفر رو زیر ذره‌بین انجمن پادشاهی ایران که من میخوام براستی فقط عضوی از این انجمن در ایران باشم، نمیخوام شاه ایران بشم.